که شادی ز بر حضرت جانان آمد، مژده دل که برای دل غم دیده ما، خود خود خوش خبر از نزد سلیمان آمد. شب ولادت امام حسین علیه السلام مبارک باد. شعبان الثاني هل على الشيعه بالمهدي نجي نجدد البيعه. يوم 3 من شعبان ابو الرحمه بمولد امام حسين ابو اليمه. يوم 3 من شعبان ابو الرحمه بمولد امام حسين ابو اليمه. محلى الناس كلها اليوم ملتمه، محلى الناس كلها اليوم ملتمه، تنادي بصوت عالي وتلهج باسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. با خبرهای امروز همراه ما باشید. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخل حکومت سرپرست طالبان که برای اولین بار در مراسم فراغت 377 معسلان اکادمی پلیس ملی مقابل رسانه ها ظاهر شد، گفت که امارت اسلامی به هیچ کشور تهدید نیست و از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری تهدید متوجه نخواهد بود. وی از کسانی که کشور را ترک کرده اند خواست که به کشور برگردند. او افزود که بر اساس عفو عمومی هیچ تهدید متوجه آنان نخواهد بود. سراج الدین حقانی در پیوند به حق کار زنان گفت که امروز شماری از زنان از آکادمی پلیس فارغ شدند و آنان به وظیفه گماشته خواهند شد. سرپرست وزارت داخله در پیوند به شکایت ها از روند بازرسی خانه به خانه خطاب به نیروهای امنیتی گفت که نباید مردم در جریان بازرسی اذیت شوند. او از نیروهای امنیتی خواست که در صورت بروز هر گونه مشکل از بزرگان و علمای همان منطقه همکاری بخواهند و در هماهنگی با آنان بازرسی را انجام بدهند. شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه ضمن تقیه حمله تروریستی به مسجد شیعیان در پشاور پاکستان از مسلمانان، آگاهان و دردمندان پیروان مذاهب بزرگ اسلامی خواست که با این آفت بزرگ به صورت جدی مبارزه کرده و نگذارند که چهره رحمانی اسلام عزیز بیشتر از این توسط این آدم کشان و برخی از جریان‌های استخباراتی مخدوش و مکدر گردد. داعش مسئولیت این حمله تروریستی را که حدود 56 نفر شهید و 200 زخمی بر جای گذاشت را بر عهده گرفت. همچنین دیروز در ولسوالی دنده پتان ولایت پکتیا بر اثر انفجار در یک مسجد 3 نفر شهید و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. رهبران پاکستان و ازبکستان در دیدارشان در اسلام آباد بر سر نقشه راه آهن ترمز، مزار شریف، کابل و پشاور به توافق رسیدند. نخست وزیر پاکستان میگوید که پروژه های اتصال نه تنها به سود پاکستان و ازبکستان بلکه به سود افغانستان نیز خواهد بود و این راه آهن برای آینده منطقه نقش مهم دارد. عمران خان در یک نشست خبری با رئیس جمهور ازبکستان تاکید می‌ورزد که هر دو طرف درباره به رسمی شناختن دولت افغانستان و لغو انجماد دارایی‌های این کشور در بانک‌های خارجی لابیگری خواهند کرد. کمیته بین‌المللی نجات گفته است که با معطوف شدن توجه جهان به بحران اوکراین نباید از وضعیت افغانستان غافل شد. این نهاد گفته است که جهان باید از این فرصت برای جلوگیری از قحطی و نجات جان مردم افغانستان به سرعت تلاش کند. این نهاد با نشر گزارشی خاطر نشان کرده است که جهان باید از فرصت پیش آمده در افغانستان برای نجات جان افراد و پایان دادن به شرایط وحشتناک پیش روی زنان و دختران استفاده کند. ممنون و سپاس که تا این دم ما را همراهی نموده. تا خبرهای دیگر، خدا نگهدار.